سلام و درود مجدد و تشکر از شما عزیزان. طبق روال همیشگی برنامه‌های کیمیا، خطا باز هستم. میتونید تشریف بیارید روی خطات و سوالات خودتون رو مطرح کنید. قبل از اینکه شروع کنم و خطا رو بگیرم، راجب یکی از مهمترین عواملی که برای سلامتی ما مهمه و هم برای اگر سلامتیمون از دست دادیم برای به دست آوردنش، هم برای سلامت موندن و به طور کلی برای جلوگیری از بیماری‌ها و کاملا سالم بودن، یکی از مهمترین عوامل تغذیه صحیحه که البته در برنامه‌های سلسله برنامه‌های شفا جزء صحبت الانمونه که در یکی دو سه جلسه است که شروع کردم بر راجع به تغذیه دارم صحبت می‌کنم، که البته خیلی خلاصه رو بگم که من تابع هیچ فرمول کلی نیستم برای همه، به خاطر اینکه انسان‌ها با هم دیگه تفاوت دارن، ولی صحبتایی که داریم راجع به اینه که چه چیزایی به طور کلی برای همه میتونه بد باشه و چه چیزایی میتونه برای اکثرا مفید باشه و یه چیزایی بین اونها که مثلا روش‌های غذا خوردن و عاداتی که در حین غذا خوردن هست و به هر حال چه راههایی رو انتخاب کنیم و چه مراحلی رو بریم که بتونیم تغذیه سالم‌تر داشته باشیم و راه‌ها و به طور کلی ابزارهایی رو بدیم که عزیزان بتونن ابزار رو استفاده بکنن که بتونن تغذیه صحیح رو برای خودشون انتخاب کنن، به خاطر اینکه نهایتاً اگر به تعداد تمام افراد روی زمین ما باید تغذیه‌مون با هم دیگه یک کوچولو برای هر کسی ممکنه فرق بکنه بنا به شرایط مختلف، از نژاد گرفته تا آب و اجداد ما تا شکل و فرم معده‌مون تا گروه خونیمون و کجا داریم زندگی میکنیم، موقعیت سلامتیمون الان چجوری، از نظر ژنتیکی چجوری هستیم، از نظر دستگاه گوارش چجوری هستیم و خیلی از شرایط دیگه، سنمون چقدره، جنسیتمون چیه و غیره. ولی در کنار اون چیزی که من همیشه عرض کردم خدمت شما عزیزان، دو تا عامل خیلی مهم هست که در کنار تغذیه باید همیشه باشه. یکی اینکه بدن باید پاک باشه، یعنی یک پاکسازی حداقل انجام شده باشه که غذای سالم رو وارد بدن می‌کنیم بتونه به درستی کارش رو انجام بده، و یکی دیگه این که غذایی که وارد شد به درستی بتونه هضم بشه، جذب بشه، به کار برده بشه و به سوخت و ساز در بیاد و حل بشه و نهایتاً اون اضافه هاش دفع بشه، و اینها در کنار هم هستن که میتونن به اون نتیجه مطلوب برسن. اگر که بدن ما آلودگی داشته باشه، مسمومیت داشته باشه، کبد یه مقدار دوچار مشکل باشه، روده ها دوچار مشکل باشن، و اون هم به خاطر اینکه به هر حال این مسمومیت هایی که امروزه در آب و خاک و هوا وجود داره، در غذای ما وجود داره، از نظر اعصاب و استرس های مختلف باز فشار میاد و توان ما رو در مقابل اینکه بتونه این مسمومیت ها رو از خودش خارج کنه بسیار کم میکنه، اینه که خیلی مهمه که بدن ما یک پاکسازی داشته باشه، یک به هر حال اون مسمومیت زیاد درش نباشه، که همیشه هم من پیشنهاد میکنم برای پاکسازی خیلی بهتره که تحت نظر یک متخصص این کار انجام بشه. و در مورد عمل هضم و جذب و غیره، اگر علائمی دارین که مثلا فرض کنین یه مقداری نفخ، یه مقدار گاز، یه مقدار بعضی موقع سکسکه است، بعضی موقع بادگلوه، بعضی موقع ها اسهال و یا یبوست و سوزش و یا ترشی و یا احساس سنگینی و یا احساس خستگی بعد از اینکه غذاهامون رو میخوریم، احساس خواب‌آلودگی بعد از غذا خوردن و غیره، همه اینها میتونن علائم اولیه باشن که خیلی بهتره که بهشون توجه بکنیم و دقت بکنیم که این عوامل اولیه رو یا این علائم اولیه رو رسیدگی بکنیم، به خاطر اینکه اگر رسیدگی نکنیم اکثر بیماری‌ها از همینجا سرچشمه میگیرن، یعنی یا از اینکه ما پاکسازی نکردیم و یا سموم و یا مسمومیت در سیستممون زیاده و یا اینکه غذای سالم نرسیده بهمون و یا اینکه اگر غذای سالم خوردیم غذامون به درستی هضم و جذب نشده. حالا ممکنه بعضیا هر سه تا اینا هم داشته باشن، هم آلودگی داشته باشن، هم غذای ناسالم داشته باشن و هم غذاشون به درستی هضم و جذب نشه، که اون هم باز میتونه دچار مشکلات بیشتری بکنه و ما رو آماده ناراحتی‌ها و مشکلات خیلی بیشتری انجام بده. خانم جاله، من مانیتور مثل اینکه کار نمی‌کنه. مرسی، خیلی ممنون. خب اگر که اجازه بدین خط و پر شده میریم سراغ خطوط و در خدمت شما خواهیم بود. برنامه کیمیا بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، وقتتون بخیر. متشکرم، بفرمایید عزیزم. من یه سوالی داشتم. من الان 30 سالمه. اوکی. و تازه بچه دار شدم. بچه هم الان حدودا 5-6 ماهشه و 100% هم برست فیدینگه، شیر خودم میخوره. اوکی. مشکل من اینه که من بعد از زایمانم خیلی وزن کم کردم، ولی همچنان شکمم بزرگه. okay. از نظر تغذیه‌ام چون شیر خودم رو به بچم 100% میدم، شیر کمکی نمیخوره، نمیتونم تحت رژیم غذایی باشم. با دکترش هم که صحبت کردم، چون یه مدت سعی کردم نون و برنج نخورم، بعد دکترشون گفتن که این باعث شده بود که شیرم کم بشه، یعنی خود برنج باعث میشه که شیرم زیاد بشه. آیا تو واقعا میترسم هم که بخوام داروهایی که تبلیغ میکنن و مصرف بکنم، بعد چون عمل سزارین انجام داده بودم تا یه 2-3 ماه نمیتونستم ورزش های شکم انجام بدم. همین باعث شد که وزنم تو قسمت هایی دیگه وزنم متناسب شده این قبل از زایمانم. okay. ولی هنوز شکمم بزرگ، یعنی قشنگ انگار دوباره 5 ماه حاملم. آقای دکتر نمیدونم باید چی کار کنم، خواستم از شما یه نظری بخوام. okay. بعدم نمیدونم شما تخصص در زمینه تغذیه کودکانم دارین بل. یا نه، ولی من حالا سوالمو مطرح میکنم، اگر جواب بدین ممنون میشم. من الان دخترم 6 ماهشه، میخوام بذارمش، یعنی غذای کمکی رو شروع کنم بهش بدم. مثلا ببینم که چه غذاهایی رو میشه داد، میتونم بهش الان مثلا حبوب بدم یا اینکه حتی مثلا حبوبات رو بپزم آبش رو بهش بدم، چه غذایی برات مناسبه؟ خیلی ممنونم. مرسی. خواهش میکنم روی خط بمونین عزیزم. اولا که من واقعا از طرف بچهتون ازتون تشکر میکنم که اینقدر ددیکیتد هستین و شیر میدین بهش، و ازتونم خواهش میکنم ادامه بدین تا اونجایی که میتونین، حداقل تا 1 سال 1.5 سال بهش شیر بدین. در درجه این که، یعنی از نظر این که میگین یه مقدار اضافه وزنتون دور شکمتون هنوز پایین نیومده، آیا قبل از اینی که شما باردار بشین از نظر سایز و وزن و اینا چطور بودین؟ والا وزنم خوب بود، یعنی قبل از زایمانم 140 پوند، 135 پوند، 140 پوند بودم. اوکی. بعد قدم هم 5.6 وزنم خوب بود، ولی خب یک مقدار خیلی کم شکم داشتم، جوری صاف نبود، ولی به ناجوری الان نبود. الان قشنگ شکمم بزرگ، یعنی قشنگ انگار هر کسی منو میبینه سوال میکنه که دوباره بارداری، یعنی قشنگ انگار 5 بار حاملم. میگم داشتم ولی نه اینقدر بزرگ. الان شما تحرک بدنی دارین؟ میری مثلا روزی نیم ساعت راه برین، یه پیاده روی چیزی داشته باشین؟ روزی نیم ساعت رو پیاده روی میکنم، به خاطر بچه هم میبرمش بیرون. okay. دیگه با هم پیاده روی میکنیم. مصرف آبتون کافیه؟ سعی میکنم روزی 6-7 لیوان آب بخورم. okay. روزی چند وعده غذا میخورین الان؟ والا روزی 3 وعده. okay. وعده غذای کامل میخورم. بین غذاهام هم سعی میکنم میوه و ناتس و اینا هم بخورم. اوکی. بعد چیزای آرد سفید و این چیزا که نمیخورین، یا شکر و نمیدونم چیزای از این جانکا؟ نه اصلا علاقه به چیزای شیرین و جانک فود و اینا اصلا ندارم. اوکی. بعد نون و برنج و اینا هم که میخورین، نونتون نون سیاه، برنجتون هم برنج باسماتی احتمالاً؟ برنج هم باسماتیه، ولی براون رایس، این برنج قهوه‌ای نیست ولی باسماتیه. بله. نونم هم هول ویت میگیرم همیشه. خیلی خوب. اون وقت شما آیا از نظر دستگاه گوارش، آیا بعد از اینکه غذاتون رو میخورین هیچ گونه نفقی، گازی، یه ذره احساس سنگینی یا بادگلو یا این چیزا دارین یا نه؟ نه اصلا. نه. مزه ترش رو هوس میکنین بیشتر؟ بله خیلی ترش ایجاد دوست دارم. ترش. اوکی. خیلی. اون وقت یبوستاتینا که ندارین الان؟ نه. اوکی. شما شروع کنین یه مقدار سرکه سیب و اگر نمیخورین به سیستم غذاییتون اضافه کنین. یعنی بعد از غذا بخورم؟ اگر صبح ناشتا یه قاشق دو قاشق توی لیوان آب ولرم بریزین بخورین خیلی خوبه، و بعد از غذاتون هم هر وعده یه قاشقش رو توی یه مقدار استکان آب بریزین و میل کنین.
اون وقت این تأثیری توی شیرم نداره. نه نه نه، نگران شیرتون نباشین اصلا. از نظر غذای خودتونم برای شما بهترین چیز سبزیجات و حبوبات و غلاته که کاملا یعنی مواد مغذی به شما برسونه. حالا یه مقداری هم حالا از مواد حیوانی میخواین استفاده کنین. لبنیات رو من خیلی باهاش موافق نیستم، مگر اینکه مثلا یه مقدار ماست ارگانیک 100% ارگانیک باشه، اگر خواستین بخورین میتونین مصرف کنین. برای فرزندتونم تمام جوانه ها و حبوبات و غلات و اینا رو، فقط غلاتی که درست میکنین، عذر میخوام، حبوبات اگه میخواین درست بکنین توی آب خیس کنین، و اولا هر چیزی که بهش میخواین بدین به مقدار بسیار کم شروع کنین، دوما توی آب خیس کنین از دو سه روز قبلش و هر 3-4 ساعت یک بار آبشو خالی کنین، عوض کنین، و دفعه آخرم که میخواین بپزین آبشو باز عوض کنین، آب جدید بریزین و درست کنین، و به مقدار خیلی کم اینا رو کم 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 بهش معرفی کنین غذاها رو. الان شما میتونم که شروع کنم بهش ماهی و مرغ بدم، یه کم مرغ یا ماهی تازه بهش بدم بخوره؟ یه 2-3 ماه دیگه صبر کنین. 6 ماهش یه 3 ماه دیگه صبر کنین. تخم مرغ فعلا بهش ندین، عسل فعلا ندین، اینا رو بذارین بعد از 1 سال و خورده بهش بدین، 1 سال و خورده بگذره بعدن بدین. ولی به طور کلی سعی کنین هم غذاهایی که بهش میدین خودتون تهیه کنین، تا اینایی که توی باطل و اینا توی فروشگاه ها میفروشن. بله اینا رو میتونین بهش بدین و بیشتر هم به خودتون برسین. فعلا هم نگران اون شکمتون نباشین، شکم شما بعد از اینکه انشالله بچه رو از شیر گرفتین، من قول میدم کمکتون کنم که خیلی به راحتی اون مسئله حل بشه. الان به خاطر اینکه شیر میدین یه مقداری من باید مراعات کنم بعضی از مکملهای غذایی که میتونم بهتون بدم و الان ترجیح میدم ندم. من میخوام شما فقط فعلا به تغذیه‌تون برسین، یه پیاده روی هم بکنین. نگران شکمتون هم استرس و اینا که ندارین که؟ استرس خب یه مقداری به دپرشن بعد از حاملگی داشتم، فکر میکنم طبیعی بود. یعنی بله ببینین معمولاً خیلی بهترم، معمولاً بعد از بارداری به چند دلیل یه مقدار حالت افسردگی به وجود میاد. یکیش خب به خاطر این تغییرات هورمونیه، یکیش به خاطر این که مقدار مس در بسیاری از خانمایی که بادار هستن زیاد میشه و این مس یه حالت یک کوچولو تاکسیسیتی میشه و یکم ایجاد دیپرشن و افسردگی میکنه. 10 دقیقه چشم. اینه که نگران اونم نباشین. شما اگر دوست از کجا تماس میگیرین؟ از تگزاس تماس میگیرم. اوکی. من پیشنهاد میکنم اگر که امکان داره براتون یه مشاوره با من بذارین در مورد یه مقدار غذاهایی که خودتون میخورین و شاید یه چیزایی بتونیم کم و زیاد کنیم که بدون اینکه کوچکترین چیزی کم بشه از اون مواد غذایی که خودتون باید بخورین و به بچه‌تون بدین، شاید یه چیزایی بتونم بهتون بدم، یعنی شاید که نه، یه چیزایی میتونم بهتون بدم که هم کمک کنه که شیرتون کوالیتیش بهتر بشه، خودتون سالم‌تر بشین، بچه‌تون سالم‌تر بشه، و در این حال هم یه مقداری وزنتون اون سایز دور شکمتون یه مقداری کم بشه. ولی خیلی به خیلی جنتل بعد این کارو انجام بدین. و چه موقع هایی میتونم باهاتون تماس بگیرم؟ چه ساعتی شما تماس بگیرین با مطب؟ براتون یه وقتی میذارن توی وقت لس آنجلس از ساعت 9:30 تا 5:30 همیشه میتونین تماس بگیرین، بچه ها هستن. اگرم در خارج از این زمان زنگ زدین پیغام بذارین حتما باهاتون تماس میگیرن، یه قرار مشاور باهاتون میذارن. بله خیلی ممنون، مرسی از تماستون، خدا نگهدارتون باشه. شب شما برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. مرسی عزیزم، بفرمایید. من یه سوال داشتم. من کلسترولم بالاست، یعنی یک ماه پیش که آزمایش دادم 300 بود، ولی وقتی که میخوابم وقتی که حرکت دارم هیچی نیست، ولی وقتی میخوابم دستام، اول دستام خواب میره، حالت بی‌حسی، اصلا بعضی وقتا اصلا دیگه احساس نمی‌کنم دستامو، و تازگی پاهام و تمام بدنم تقریبا یه حالت خواب رفتگی میگیره. واسه ببینم این مربوط میشه به کلسترولم یا چه کم خونی یا چیز دیگه میتونه باشه؟ والا این حالت به خیلی چیزا میتونه، به کلسترول هم میتونه. آیا دارو هم داری میخورین الان؟ بله. چی میخورین دارو؟ بله. چی میخورین؟ چه دارویی میخورین؟
ذهنم نیست، ولی یه دونه قرص در روز میخورم. چند وقته که این دارو رو داری میخورین؟ الان یه ماهی میشه که میخورم، ولی هیچ فرقی زیادی نکرد. اوکی. نه این حالات دستتون و اینا که اینجوری میشه چند وقته هستش؟ این خیلی وقت، یعنی بگم دو ماهی هست که اینجوری هستم، دو ماه. ولی الان هی دارم میگم امروز مثلا دیدم خیلی بدترم. دور یه لحظه. اوکی عزیزم، امکان داره از اون باشه، امکان داره از جریان خونتون باشه، امکان داره از یه مقداری کمبود، شاید یه سری مواد اسنشال فدی اسید مثل امگا 3 و 5 و 7 و 6 و 9 و اینا. شما یه چند تا سوال من ازتون میکنم، سریع آرونه به من بگین بدون اینکه اصلا بشکافینش. اضافه وزن دارین؟ نه ندارین. 5 پوند دارم ولی نمیدونم. اوکی. مشکل تیروئید دارین یا داشتین؟ بله دارم. تیرویدم کانسر داشت که یکی شده رو بردم، فقط تیروید راستم رو دارم که اونم در روزی یه دونه قرص میخورم. اوکی. فشار خونتون چطوره؟ خوبه. اوکی. قند خونتون هم خوبه؟ بله. اوکی. بعد مشکل کبدی اینا که نداشتین یا ندارین؟ فکر میکنم نه. اوکی. سیگار هم که نمیکشین؟ سیگار نمیکشین؟ استرس هم که ندارین زیاد دارین؟ ولی الان نه. چند؟ الان 6-7 ماه که نه. آها، پس سیگار هم میکشیدین. خیلی. اون وقت لول استرستون چقدره؟ استرس هم دارین؟ استرس دارم، بله. ببینین، معمولا دلیلی که این سوالا رو کردم، هر کدوم از اینها میتونه باعث بشه که کلسترول بره بالا. و کلسترول فقط دلیلی که میره بالا اینه که جون شما رو نجات بده. و فقط با سرکوب کردن کلسترول و داروی شیمیایی خوردن که فقط کلسترول رو بیارین پایین و به اون موارد دیگه نرسین، شما هنوز به مجردی که این دارو قطع کنین دوباره کلسترولتون میزنه بالا، به خاطر اینکه اون اصل مورد در نظر نگرفته شده. چیزایی که بعد رسیدگی کنین حتما، یکی تیرویدتونه، یکی استرستونه، سیگار هم که میکشیدین که اونم باید یه پاکسازی بشین. شما احتیاج به یه پاکسازی کبدی دارین، یه پاکسازی دارین به خاطر سیگار و این چیزایی که میکشین، یه مقدارم استرستون بعد بیاد پایین. اینا رو اگر یه مقداری روش رعایت بکنیم و کار کنیم، بهتون قول میدم کلسترول شما خیلی بهتر خواهد اومد پایین. و یه مقدارم شما احتیاج داریم به اسنشال فدی اسید و به هر حال موادی که جریان خون شما رو به درستی به حرکت بندازه. الان شما ورزش اینا میکنین؟ تحرک بدنی دارین اصلا؟ بله، کارم که خب سر کارم که خب کارم همش راه رفتنه، ولی روزی نیم ساعتم تقریبا رو یا راه میرم یا میدوام. اوکی. بعد مشکل ستون فقرات اینا که ندارین؟ گردنتون دیسکی چیزی، مفاصلی چیزی توی گردن و یا پشتتون؟ درد احساس نمی کنم، مسئله‌ای نداره، نمی دونم مشکل نداشت. اوکی. خیلی خوب. پیشنهاد من اینه که اون سه تا عاملی که گفتم حتما یه جوری بهش رسیدگی کنیم. و اگر دوست داشتین میتونین با ما تماس بگیرین اگر من بتونم کمک کنم. من نمیتونم کاریش بکنم. تیروید چپم که کنسر داشته درآوردن و راست دادم که روزی یه دونه قرص میکنم. من نمیدونم کاری میتونم برای... بله، در کنار اون قرصی که میخوریم من میتونم مکمل غذایی بدم که یه کوچولو کمک کنه به پاکسازی کردن و بازسازی سلولی برای تیرویدتون. داروتون رو حتما ادامه بدین و تحت نظر اندوکرینولوژیستتون باشین، ولی این دارو خیلی بیشتر میتونه به شما کمک بکنه. هم برای اون میتونیم کمکتون کنیم، هم برای اثرات. چند سال سیگار میکشیدین؟ در حدود 5-6 سال، ولی میگه الان 5-7-8 ماهه که دیگه قطع شده، دیگه نمیکشم. خوشحالم که قطع کردین، ولی اون اثراتش گذشته و اونا باید یه مقداری پاکسازی بشه و یه مقدارم از نظر استرس باید اگر امکان داشته باشه کارایی بکنید که استرستون کم بشه. اونم من میتونم مکمل هایی بهتون بدم کمک کنه، ولی خودتونم بعد یه مقداری همکاری کنید. اگر دوست داشتین تماس بگیرید من حتما کمکتون میکنم. قربان شما، خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی از تماستون. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض کردیم. آقای دکتر، من افتخار میکنم یک ایرانی 73 ساله هستم به شما که یک جوان ایرانی در این سن و سال به این درجه طبابت و واقعا انسانیت رسیدید، واقعا باعث افتخاره ما. شما اولا خیلی محبت دارم. من دارم 73 سالمه، وزنم 85 کیلوه، عرضم بزرگ محرکت، قدم 180 سانته، پاهم خیلی اذیته، روزانه حد اکثر یک ساعت راه میرم، اگر بتونم
عذر میخوام، یه رو دستگاه روز نیم ساعت 40 دقیقه راه میرم، ولی فشارم شبا که میخوابم هر روز صبح که بلند میشم 17 18 19، اینا هم منتها تمام روز دوباره میاد رو 14 13، رو 8، رو 9، رو 7. خواستم ببینم برای این برنامه پاهام لطف کنید چه کار بکنم. قرص قند یه دونه صبح میخورم، یه دونه شب میخورم، قرص فشار میخورم. عذر میخوام دیگه، روزی 7-8 تا قرص میخورم. اینم وزم مال از جنابالی. شما عزیزم به من بگین مشکل پاتون دقیقا چی بود، من متوجه نشدم. مشکل پام دکتر جون، پنجه های پام به کف پام اصلا حس نداره و شبا که میخوابم مرتب تیر میکشه تو ناتو پنجه های پام. چند وقته که اینجوری هستین؟ تقریبا دکتر جون من عذر میخوام الان 10-12 سال قند دارم، ولی یه سال و نیمه که این مشکل پا پیدا کرد. اوکی. بعد شما روغن ماهی اینا میخورین؟ چی های دکتر؟ روغن ماهی. روغن ماهی. روغن ماهی نه نمیخورم های دکتر. قرص روغن ماهی نمیخورم. یه دو قرص قنده که یکی صبح بخورم بگی شب. اوکی. اونا... روز میخوام. قلبم من تقریبا 4 سال اومدم، قلبم ایران که بودم عملی باز عمل قلب کردم. اوکی. یه قرص قلب میخورم. ببینید یه قرص فشار میخورم. اجازه بدید بزرگم مبارکت که دیگه یه قرص حساب مال چربی میخورم، این 7-8 قرص رو میخورم. بله، من اولین چیزی که شک میکنم بهش که شما این مسئله براتون پیش اومده، داروهایی که دارین میخورین، اینه که پیشنهاد من، البته ما وقتمون الان رو به اتمامه، ولی من شما رو روی هولد میذارم و باهاتون پشت خط صحبت خواهم کرد، ولی پیشنهاد من اینه که این حالتی که دارین با پزشکاتون در میون بذارین، ببینین کدوم یکی از این داروهای شیمیایی امکان داره که یه همچین حالت رو به شما داده باشه. این اولین، به نظر من اولین قدمیه که ما باید برداریم برای اینکه ببینیم دقیقاً چه خبره. حالا وارتان جان چقدر وقت داریم؟ تموش. من شما رو اگر اجازه بدیم میذارم روی هولد. خواهش میکنم. میام خدمتون تا حدود 40 ثانیه دیگه اگر اجازه بدیم. باشه، فدات بشم. خواهش میکنم. گوشی خدمتون باشه. خب دوستان عزیز، وقتمون رفت رو به اتمام. تشکر میکنم از اینکه لطف کردین و با تمام انتخابایی که داشتین به تماشای این برنامه نشستین. کسانی که پای خط هستین، خانم جاله رسیدگی میکنن و حتما پاسخگو خواهیم بود. از آقای وارتان عزیزم به خاطر کارگردانی فنی برنامه تشکر میکنم. برنامه های کیمیا روسای همه وقتا لس آنجلس، روسای دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر، جمعه ها 11:30 صبح، یک شنبه ها 10:30 صبح. تکرار این برنامه ها شنبه ها، یک شنبه ها و دوشنبه شب ها حدودای هول و هوش نیمه شب. برنامه های علمی عرفانی شفا از طریق تلویزیون تایم، از تایم تی وی، روزهای پنج شنبه ساعت 7 بعد از ظهر و یک شنبه ها ساعت 12 ظهر. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روز افزون دارم. خدا نگهدار.